خبر فوری. فتوای تازه طالبان علیه جبهه مقاومت در پنجشیر. باغیان سرکوب شوند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بازم خوش آمدید به یک دیگر از ویدیوهای کانال کابل وایس. تقاضا می نماییم که تا آخرین خبر با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از خبرهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. روزنامه دلات روز در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. فتوای تازه طالبان علیه جبهه مقاومت در پنجشیر. باغیان سرکوب شوند. منابع محلی در ولایت پنجشیر می گویند که شورای علمای مورد حمایت طالبان در این ولایت فتوای تازه را در برابر ایستادگی جبهه مقاومت صادر کرده است. اما برخی دیگر از علما با آن مخالفت کردند. به گفته منابع، شورای علمای طالبان و مسئولان محلی این گروه باشندگان پنجشیر را روز گذشته دوشنبه 28 حمل در مسجد در مرکز این ولایت جمع کرده و در برابر جبهه مقاومت فتوا صادر کردند. شورای علمای طالبان در این نشست ایستادگی در برابر این گروه را ناجایز دانسته و گفتند هر گروهی که در برابر طالبان جبهه بگیرد باقی است و باید سرکوب شود. منابعی که در این نشست حضور داشته بر روزنامه اطلاعات روز گفتند که برخی از علمای دین و متنفذین قومی در این نشست از عملکرد طالبان انتقاد کرده و گفتند که این گروه باید اول دست از رفتار دوگانه و بی‌عدالتی بردارد و بعد فتوای سرکوب مخالفان خود را صادر کنند. طبق اظهارات منابع مولوی یحیی آنابهی، یکی از علمای دین در پنجشیر هنگام سخنرانیش در این نشست گفته است که مردم همه روزه در این ولایت توهین و تحقیر می شوند. مولوی مسیح الله، یکی دیگر از علمای دین در پنجشیر، در این نشست گفته است که در نظام اسلامی همه مردم و اقوام باید شریک باشند و عدالت اسلامی نیز تحکیم گردد. فتوای سرکوب جبهه مقاومت در حالی از سوی طالبان صادر شده است که به گفته برخی منابع این جبهه به درخواست شورای علمای طالبان و برخی از علمای وابسته به این گروه به خاطر دست کشیدن از مقاومت پاسخ رد داده است. با تشکر از اینکه تا آخرین خبر با ما همراه بودید، جهت حمایت کانال یوتیوب کابل وایس را سابسکرایب و زنگ آگاهی را فشار بدهید تا خبرهای دیگر. الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.